بیش از دو ماه است که مخالفان دولت تایلند تظاهرات می کنند و خواهان استعفای نخست وزیر هستند. درگیری های هفته اخیر میان معترضان و نیروهای ضد شورش دست کم 9 کشته و صدها زخمی به جای گذاشته. یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند روز سه‌شنبه اعلام کرد برای رویارویی با بحران موجود از روز چهارشنبه به مدت 60 روز در بانکوک و مناطق اطراف پایتخت وضعیت فوق‌العاده اجرا می‌کند. این در حالی است که طی هفته گذشته ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت سعی کردند با ایجاد موانع و مسدود کردن برخی تقاطع‌های اصلی پایتخت رفت آمد در شهر را مختل کنند. نخست وزیر سه هفته پیش برای برون رفت از بحران پارلمان را منحل کرد و اعلام کرد 2 فوریه انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد. مهمترین حزب مخالف دولت اما انتخابات را تحریم کرده است.